یک نمونه محکم و خیلی مشخصش این بود که جمهوری اسلامی برای سالها در واقع تلاشش رو میکرد که هر کس در داخل کشور فعالیت میکنه رو بفرسته خارج از کشور، تا کاری بکنه که بره خارج از کشور و بعد اونجا سعی بکنه که با دوگانه دروغین داخل نشین خارج نشین اعتبار کسانی که خارج از کشور دارن فعالیت میکنن رو از بین ببره. ولی دیگه و فکر اینجا رو نمیکردش که همینهایی که به قول شما مجبورشون کرد که کشور رو ترک بکنن بعد یه همچین تجمعای عظیمی رو تشکیل بدن و نگاه دنیا رو دوباره جلب کنن به مسائل ایران؟ بله 100%، فکر اینجاش رو نمی کرد، ولی خب تمام تلاشش رو کرده، از پول خرج کرده، بازی های امنیتی راه انداخته برای اینکه بتونه در طول این 14 دهه اجازه نده که این اتفاقی که الان در واقع شاهدش هستیم و بیشتر و بیشتر خواهد شد بیفته. اما خب ما وقتی از رژیم چینج حرف میزنیم باید یک مقدار انضمامی و دقیق صحبت بکنیم. رژیم چینج در واقع زمانی اتفاق میفته که فشار حد اکثری روی جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، مردم در داخل تلاششون رو بکنن که دارن این کار رو میکنن واقعا، ولی اینکه ما سفرا رو فرا بخونیم، اینکه سطح روابط با جمهوری اسلامی بیاد پایین، اینکه جمهوری اسلامی فشار حد اکثری بهش بیاد، نفتش رو نخرن، نمیدونم هر گونه فشار بین المللی که لازمه به جمهوری اسلامی بیاد، در واقع از بحث رژیم چنج خارج نیست. ما وقتی از رژیم چنج برای ایران دفاع میکنیم، در خیابون‌های خارج از کشور شعار میدن که رژیم چینج این ایران، معناش اینه که ما به تمام این ظرافت‌ها، ما به تمام این مراحل باید فکر کرده باشیم و براش برنامه داشته باشیم. من فکر می‌کنم یک مسئله مهمی که وجود داره باور به فشار حداکثریه. اگر هنوز کسی هست که باور نداره به اینکه باید به جمهوری اسلامی فشار حداکثری وارد بشه، هنوز فوریت و اضطرار نجات ایران رو درک نکرده. مردمی که در واقع زندگی روزمره شون داره با فشارهای شدید اقتصادی، با فشارهای شدید امنیتی، اخبار بد و تمام مؤلفه های یک زندگی دشوار و سخت رو دارن هر روز تجربه میکنن، و ایرانی که داره هر روز به سمت نابودی میره، طبیعتش داره نابود میشه، محیط زیستش داره نابود میشه، تمام اینها یک فوریت و ضرورتی رو به ما نشون میده که ما برای نجات ایران باید تمام تلاشمون رو بکنیم و زمان هم داره به ضرر ما میگذره. ما باید بتونیم کشورهای دموکراتیک و غربی رو در واقع قانع بکنیم که زمان فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی همین حالاست، و اگر این اتفاق نیفته، اگر ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور نتونیم مقامات کشورهای دموکراتیک رو قانع بکنیم که الان وقتشه که شما فشار حد اکثری بیارین و جمهوری اسلامی رو در تمام جهان ایزوله بکنین، کمکاری از ماست. من فکر میکنم یکی از روش‌های تمام ایده های خوبی که دوستان دارن میدن اینه که ما از پتانسیل عظیم در واقع مردم استفاده بکنیم. ما مردم عادی که در واقع عضو گروه سیاسی نیستیم، عضو حزب سیاسی نیستیم، قدرت ما در تعداد ماست. اگر از شیوه ها و اگر از ایده های استفاده بکنیم که پتانسیل های عظیم مردمی رو در خارج از کشور میتونه به حرکت در بیاره، من فکر می کنم کارهای بزرگی میشه کرد.